در چند روز آخر یک خبر واقعا موجب نگرانی و موجب تکدر خاطر یک عده از فرهنگیان و اواخاهان فرهنگ کشور ما شده و این خبر ناخجسته کیفر دیدن از نویسندگان و روزنامه‌نگاران افغانستان است با اصطلاح و اصطلاح و گناه به کار بردن کلمات بیگانه اتخاذ چنین تصمیم نامیمون از طرف مقامی که اصولا باید پاسدار و حافظ فرهنگ و ارزش های فرهنگی و میراث‌های های گرانبه های فرهنگی سرزمین ما باشه از یک سو عجیب شگفتی انگیز و سوی دیگر سخت ناراحت کننده است بنده با پیروی یک عده از استادان و دانشمندان که از سالها در باب یک مقوله یک مسئله به تعبیر فردوسی یکی داستان است پر آب چشم صحبت های دیگری هم کردیم که شاید بخش هایش مکرر باشه اما رویداد آخر اما این مسائل را یک بار دیگر در دستور روز از لحاظ اهمیت قرار میده یک بار دیگر به عرض می رسانم و دلایل خود را متعاقبا به پیشگاه شما تقدیم می کنم که این که زبان فارسی زبان دیگری است زبان دری زبان دیگری است و زبان تاجیکی زبان دیگری است یک اندیشه کاملا باطل هست یک اندیشه کاملا باطل هست و ما باید برای همیشه چون این اندیشه باطل را از صحیفه ذهن خود بزداییم فرو بستریم و ذهن خود را از این اباطیل پاک بسازیم اما اشخاصی که در سنین بالاتر از پنجاه سالگی قرار دارند گواه هستند گواهان عادل که ما اما درس خواندگان افغانستان در نصاب آموزشی آن سالها مضمونی به نام قرائت فارسی داشتیم بعد از سال 1344 و انفاظ قانون اساسی دوران زایر شا در قانون اساسی به جای فارسی بنابر پاره ملحوظات سیاسی کلمه دری گنجانیده شد انصافاً باید گفت که کسانی که به جای کلمه فارسی کلمه دری را در قانون اساسی گنجانیدند مردم زیرک و زیرکساری بودند زیرا از یک طرف زبان فارسی و زبان دری با عین معنا در تمام متون کهن ما بکار رفته و علی الظاهر گناهی نیست که به جای فارسی در قانون اساسی کلمه دری گنجانیده شود اما در آن سوی این واقعیت سیاستی نهفته بود که باید در میان یک زبان واحد دیوارهای احداث شود اما گونه که باز هم بر اساس سیاستهای نادرست در جمهوری تاجیکستان پس از به وجود آمدن جمهوری تاجیکستان اصطلاح غلط تاجیکی را در مورد زبان به کار بردن زبان تاجیکی در حالی که کلمه تاجیک و قوم تاجیک سابقه تاریخی طولانی دارند اما زبان تاجیکی یک تعبیر و یک نامگذاری بسیار مستهدس بود که در دهه سیه در سالهای دهه سی صده بیستم در تاجیکستان رایج شد و با تأسف تا حال رایج است ما می بینیم اگر متون گذشته ادبی خود را ورق گردانی کنیم ارگس چنین نبوده که کلمه فارسی زبان فارسی منصوب به فارس بوده باشه این یک غلط مشهور است امروز غالبا محققین زبانشناسان و دانشمندان به این عقیده هستند که این زبان زبان پارتی هست و پارت یکی از نامهای کهن خراسان است و برای دریافت این حقیقت ما لازم نیست رنج زیادی را متقبل شویم در تمام کتب به اصطلاح معجم در کتب اعلام انگامی که به کلمه پارت رجوع شود در میان معانی و مفاهیم مختلفی که این کلمه داره یکی از این معانی و مفاهیم خراسان هست و در یک جغرافیای بسیار پهناور از کناره های دجله تا قفقاز و از قفقاز تا ترکستان چین در نیم قاره اند در قلمرو عثمانی همیشه دری و فارسی به یک معنا به کار رفتند و جالب اینجاست که کلمه دری در آثار نویسندگان و شاعرانی که از شهرها و سرزمینهای گوناگون ایران امروز نشأت کردند بیشتر به کار رفته تا در شعر و نصر شاعرانی که از ارات و بلخ و غزنین و بدخشان و تخارستان و غرجستان و این جاها نشأت کرده باشند ما از قدیمترین نمونه ها اگر در این مورد تذکر بدهیم شعنامه فردوسی هست بفرمود تا فارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری ما در سعدی می که ازار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت در آفز می خوانیم که چو اندلیب فساحت فروشده ای حافظ تو قیمتش به سخن گفتن دری بشکن یا ز لطف ز شعر دلکش آفز کسی شود آگه که لطف تب و سخن گفتن دری داند و در شعر معاصر ایران می خوانیم که ملک شعرا بهار فرموده گفت پیغمبر که دارند دهل فردوس برین بر زبان لفظ دری جای زبان مادری به گمان پس خازن فردوس فردوسی بود کو بود بیشب عرب و نوع گفتار دری یا از امین شاعر است که میگه شعر دری گشت زمن نام جو یافت زمن شاعر و شعر آبروی اما ما یکی دو مورد در حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی با کلمه دری روبرو می شویم که معروف ترینش آن است که منانم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را اما از امین شاعر می که در کلام فارسی امروز شخص اولم یا در سرگذشت قطران شاعر تبریزی در سفرنامه می نویسه که او شعر به زبان فارسی شعر نیکو می گفت اما زبان فارسی را نمی دانست ما در مکتوبات یا در مجالس سبعه یا در فی مافی مولانا جلال الدین بلخی می خانیم. که مگر زبان فارسی را چه شده است این همه لطایف و زرایف که در زبان فارسی است و ملک و قاری عبدالله خان استاد مسلم و محرز دوران معاصر انگامی که انتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس شعرهایش میخواه مطالبه میکنه و به لندن فرستاده میشه در این مورد در مورد شخص مذکور سروده که آن آشنا به لعجه اشعار فارسی آن صاحب سلیقه و ذوق نفیس را یعنی قاری عبدالله خان شعر خود را شعر فارسی میداند نباید دیوار چین احداث کرد میان دری فارسی و تاجیکی اینها سه لعجه از یک زبان هستند اگر کلماتی و اصطلاحات خاصی در ار لعجه وجود داره این یک مسئله کاملا طبیعی است و در ار زبان هست مثلا یک کسی که در کابل زیسته و به عیس مثال گاهی از شهر کابل خارج نشده اگر به عزم سفر به سوی شمال از کوتل خیرخانه عبور کنه در نوایی مثل حسین کوت و کارزمیر ناگهان با یک تعداد اصطلاحات بر میخوره که یک تعداد زیاد اصطلاحات و نامهای جدید که در ذهن دوست کابلی ما در ذهن مسافر کابلی ما معانی دیگری این الفاظ داشتند یا آن اشیاء را به نام های دیگری یاد میکرده و بسیار جالب است بحث سر کدام کلمات است بحث یکی از کلماتی که نویسنده یا جورنالیستی کیفر می بینه و جزا می مورد توبیخ قرار میگیره و حتی فیصله میکنن که در سابقه کاریش این مسئله تذکر داده شود و از دیدگاه خود از نقطه نظر خود این را یک, یک ننگ و عیب بزرگ می شمارند کلمه دانشجو هست کلمه دانشجو در جامع الحکمتین حکیم ناصر خسرو بلخی قبادیانی به کار رفته نه یک بار چندین بار به کار رفته در جامعه الاکمتاین در چند مورد شخص بنده با کلمه دانشجو برخورد کردیم و چه بسا در آثار دیگر منظوم و منصور این شخصیت بزرگ فرهنگی و علمی کشور ما این اصطلاح به کار رفته باشه سخن بر سر کلمه دبیر هست باز هم به حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی رجوع میکنیم که اولین سطر سفرنامه حکیم ناصر خسرو چنین است که من مردی دبیر پیشه بودم از اعمال سلطانی و در شعرش میخوانیم که بگاه نصر دانشور دبیرم به وقت شعر جولانگر سوارم و در مورد کلمه دری آنگونه که استادان معظم ما در دوران سانوی مکتب برای ما تدریس می فرمودند و گناهی نداشتند در زمینه تحقیقات جدیدی نشده بود همیشه می فرمودند که کلمه دری زبان دری منصوب به دربار یا در رحز. که تحقیقات جدید دانشمندان شرق شناس خط نسخ و بطلان بر چنین عقیده می بدین معنا که ایده زیادی از مستشرقین فعلا به این عقیده هستند که زبان دری زبان تخاری هست زبان تخاری هست و تخار که عربها گفتن اصل این کلمه که دوهار است دوهاری دوهری و این کلمه دری شده و آبان گونه که از فردوسی و از ناصر خسرو و از کی و از کی ما مثال های به خدمت شما آوردم و یک مثال دیگه که در قفقاز این کلمه به کار رفته در شعر شاعر بزرگ قرن ششم نظامی گنجایی در شعر گنج نظامی میگه نظامی که نظم دری کار اوست دری نظم کردن سزاوار اوست زبان دری زبان پارتی زبان فارسی از نواحی سمت شمال افغانستان از نواحی تخار و بلخ و از سغدیانه که امروز در جمهوری تاجیکستان و شاید قسما هم در جمهوری ازبکستان موقعیت داشته باشه این زبان به طرف غرب رفته و گواه بسیار عادل مدرک بسیار محکم و مستدل ما این است که نخستین گویندگان و شاعران بزرگی که به زبان فارسی دری شعر سرودند از نوایی سیستان و بلخ و ماورا النهر بودند مثلا محمد ابن وسیف سجستانی معاصر یاقوب لیس که ما داستانش در تاریخ سیستان میخوانیم که انگامی که شاعران برای یعقوب به زبان تازی یعنی به زبان عربی شعر سرودند او به زبان عربی عالم نبود و اندر نیافت و گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت که بعدا محمد ابن وسیف سجستانی مطابق آنچه که در تاریخ سیستان هست قصیده ای که ابیاتی از آن در بعضی از کتب تاریخ و تذکره وجود دارد در مدع یعقوب لی سرود یا محمد ابن وصیف سجس خیلی معذرت میخوایم هنزله بادغیسی که از بادغیس است و ما امروز در تشکیلات افغانستان ولایت بادغیس داریم با شعر معروف خود یارم سپند اگرچه براتش امیفگند کس چشم زخم تا نرسد مرورا گزند او را سپند و مجمر ناید امی بکار با روی امچو آتش و با خال چون سپند و کتاب های بسیار کهن به زبان فارسی دری مثلا عدود العالم عدود العالم که نویسندهش مولفش با کمال شناخته نیست ما نمیدانیم اما محققان بنابر دلایلی و بنابر قرائنی تشخیص دادند که از مردم جوزجانان است یا کتاب الابنیه یکی از مهمترین کتب در زمینه طب قدیم که در شهر عراق نوشته شده دعوای دیگری بر سر کلمه بازرگان است بازارگان ما مثلا در, در خاج عبدالله انصاری میخانیم که آفریدی رایگان روزی دادی رایگان بیا مرز رایگان که خدایی نه در ناصر خسرو میخانیم که چو بازارگان می خورد گاه و بیگاه رو ماند از کار بازارگانی در مصنوی معنوی میخانیم قصه بود بازرگان و او را توتی توتی بازارگانم من مدام توتی بازارگانم من مدام توتیان اند را گویم سلام یک اده در کابل چونین استدلال کردند که کاربرد چونین کلماتی کلماتی ماننده مثلا دبیر و دانشگاه و بازارگان و دانشکده و دانشجو و اینها خلاف قانون اساسی هست ما صریحا به عرض می رسانم که یک ماده قانون اساسی یا بخش از قانون اساسی اگر واقعیت های تاریخی یک جامعه را به درستی منعکس نمی و این مسئله یا در اثر غفلت و بیخبری از واقعیت های و تاریخی پیشینه ماست یا در این کار عمدی نهفته است در هر صورت قانون تاریخ فرمان تاریخ بر آن بخش های قانون اساسی یا امروز یا فردا خط نسخ و بطلان خواهد کشید هر چیزی که خلاف واقعیت های جامعه خلاف تاریخ باشه تاریخ قهارانه و جبارانه بر آنها خط نسخ و بطلان میکشه مسئله دیگر وحدت ملی یک مسئله بسیار مبرم هست برای ما برای کشور ما یک مسئله بسیار مهم است و تقدس ملی باید برای ما داشته باشه اما وحدت ملی چگونه در عمل متجلی شود این انعکاس عملی مفهوم و مدلول وحدت ملی چگونه باید باشه با قول شاعر ای اما کار تو شیرین و اما جای تو خوش وقتی که ما از افغانستان هستیم باید به با همه گوشه های افغانستان به همه اقوام افغانستان به همه زبان های افغانستان به رسوم و انعنات پسندیده همه مردم افغانستان در هر ولایتی و در هر بخشی که از افغانستان زندگی میکنند باید احترام داشته باشیم اگر به با همه اقوام افغانستان و به همه زبانهای افغانستان و به سنن و رسوم و انعنات و فرهنگ همه اقوام افغانستان اگر احترام نداشته باشیم این مقایر اصول وطن است افغانستان سرزمین واحد و تجزیه ناپذیر ماست ما به گوشه گوشه افغانستان به همه اقوام افغانستان باید ارزش یکسان قائل شویم و حتی بسیار عجیب است بسیار عجیب است که باز میخوایند کسانی میخواهند و مراجع می که دوباره کلمه کلتور را جاگزین کلمه فرهنگ یک کلمه حصیل زبان فارسی دارید بسازند کلمه فرهنگ گذشته از آن که در شعر اما بزرگان ما حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی حکیم سناوی حکیم بزرگ غزنه و دیگر بزرگان ما بارها به با کار رفته در ادبیات کلاسیک پشتو به کار رفته کلمه فرهنگ ما در اینجا برای اینکه ذکر خیری باشه و از تحقیقات یک دانشمند ام وطن ما سپاسگزاری به عمل بیایه سالها پیش بحثی در کابل برانگیخته شد بر سر کلمه فرهنگ که ایده این کلمه را بیگانه قلمداد میکردند جاودانیات استاد مرحوم استاد محمد صدیق روی که از دانشمندان و محققان دست اول زبان پشتو بودند و همچنان در ادب کهن زبان فارسی دری اطلاعات و آگایی های گسترده داشتند مقاله نوشتند و در این مقاله هم مثال های اراحه فرمودند که کلمه فرهنگ در شعر شاعر و شخصیت بزرگ ادبی و فرهنگی زبان پشتو خوشحالخان خطک به بکار رفته و بیگانه دانستن یک کلمه غیر ملی دانستن یک کلمه ما بسیار سریع عرض می کنم که مستلزم داشتن سطح بسیار بالای آگاهی از یک زبان و تاریخ زبان و از یک فرهنگ و تاریخ یک فرهنگ است و کار هر کسی نیست هر کسی در این زمینه صلاحیت ندارد مثلا یک کلمه امروز در ایران رایج است کلمه لوس کلمه لوس به معنای نازدانه بیجا یا کسی که نازهای بیجای سرد میکنه این کلمه به امین معنا ما با هن که شاید یک بار دوباری حدیقت حقیقت حکیم بزرگ غزنه حضرت سنایی را از نظر گذشتانده بودم با این کلمه بر نخورده بودم از عجایب است که این کلمه به امین معنایی که امین امروز در ایران رایج است به امین معنا در شعر حکیم سنایی آمده خب اگر قرار چنین باشه اگر برای یک لحظه دوچار چونین توهم شویم توهم خدمت شما عرض می کنم پندار اندیشه باطل که زبان فارسی خاص ایران است زبان دری خاص افغانستان است و زبان تاجیکی خاص تاجیکستان نویسندگان افغانستان شاعران و فرهنگیان و پژوهندگان افغانستان حق مسلمشان است که تمام کلماتی تمام کلماتی که در شعر دقیقی بلخی در شعر شهید بلخی ابوالحسن شهید بلخی در شعر رابعه بلخی در آثار منظوم و منصور حکیم ناصر ناصر خسرو قبادیانی بلخی در شعر و در نصر رشید الدین وطوات بلخی در آثار خاج عبدالله انصاری هیروی ازرقی هیروی حضرت سنایی غزنوی سید حسن غزنوی مختاری غزنوی عبدالواسع جبلی غرجستانی زیاد از این بزرگ عبدالفضل بیهقی، نصر الله منشی غزنوی عبدالحی گردیزی در آثار اینها به کار رفته این آثار میراث و جامانده از آن بزرگان برای فرنگیان و دانشمندان و نویسندگان و شاعران کنونی افغانستان است ما باید در این مورد عمیق بیندیشیم آیا تنها نام ابن سینا از ماست؟ نام ابو عبید جوزجانی از ماست؟ نام ابوالفضل فضل از ماست نام سنایی و مولانا از ماست یا آثار اینها هم جزء ای مواریس بسیار مهم فرهنگی ما هست اینها به یک زبان نوشتند به زبان فارسی دری نوشتند و زبان از کلمات به وجود می آید کلماتی که اینها به کار بردند اگر کلماتی که و مثال به محضر شما برز رساندم اگر کلماتی که در آثار این نخبگان و نامداران بکار رفته این کلمات هم از ماست اگر کسی این کلمات را بیگانه و غیر ملی و حتی ضد ملی و مختل کننده هویت ملی قلمداد میکنه از دو حال خارج نیست یا ناآگاهی بسیار ترحم است یا قصد و غرضی در کار است و ما به خدمت یک عده از کسانی که دانش و فهم در این مسائل دارند اما یک سلسله مسائل خودبینی هایی در بعضی موارد یا ناد... نادیده گرفتن بعضی واقعیت ها ایشان را براهای باطل کشانده به خدمت ایشان عرض می کنم که یکی از اندیشوران بسیار بزرگ جهان گفته کسی که حقیقت را نمی داند و بر ضد حقیقت به پا می نادان است کسی که حقیقت را می داند و بر ضد حقیقت بپا می ایستد تبهکار است ببینین از مسئله فارسی و دری اگر ما بکسریم مثلا یک عده شعرا در نیم قاره شعر گفتن مثلا غنی کشمیری غنی کشمیری که در کشمیر زیسته و در کشمیر شعر سروده شعر غنی کشمیری به زبان فارسی هست یا به زبان دری اگر این دو زبان است شعر بدل به کدام زبان هست مثلا شعر غنی کشمیری چو استعداد نبود کار از اجاز نکشاید مسیحا کی تواند ساخت بینا چشم سوزن را یک ادب دوست افغانستان یک اهل ادب ایران و یک فرهنگی تاجیکستان و فارسی زبان ها در سراسر جهان معنای یکسانی از این شیر در ذهن خود دارند و همه یکسان درک میکنند مثلا اقبال لاوری به اقتضای وزن در یک شعر خود در دو بیت متعاقب فرموده که گرچه اردو در عذوبت شکر است طرز گفتار دری شیدین تر است فارسی از رفعت اندیشم برخورد با فطرت اندیشم خب هم دری میگه و هم فارسی میگه اما اون نظر به یک زبان واحد داره اگر کسانی چونین میفرمایند که اقبال هم به زبان دری شعر سروده و هم به زبان فارسی پس ما از ایشان با کمال احترام استدعا میکنیم که لطفا تفکیک کنند کدام شعرهای اقبال به زبان فارسی است کدام شعرهایش به زبان دری است مثلا آتشی در سینه دارم از نیاکان شما چون چراغ لاله سوزم در بیابان شما هنوز ام نفسی در چمن نمی بینم بهار میرسد و من گل نخستینم القب سر تربت من نوهگران دلبران زوروشان گلبدنان سیمبران در چمن قافله لاله و گل رخت گشود از کجا آمده اند این همه خونین جگران این اشعار به فارسی است بدری است چون این اشعار در افغانستان در تاجیکستان در ایران به چاپ رسیده و بنابر برخی ملحوظات تا حدود سی سال پیش چل سال پیش شعرهای حضرت عبالمعانی بیدل در ایران خواهنده و خاننده زیاد نداشت اما امروز ما میبینیم که قرارا شعر بیدل در ایران به چاپ میرسند خب سخن را کوتاه می کنیم ما شخصا مراتب تأسف خود از چنین تصمیم غیر واقع بینانه ابراز میکنم و امیدوارستم که از درس های تاریخ درس عبرت گرفته شود از درس های تاریخ عبرت گرفته شود و ما کارهایی کنیم که در جهت وفاق ملی به پیش برویم نه خدای ناخواسته در جهت نفاق